خب بریم سراغ متن سوم با هم دیگه. Reading passage 3, Neuro Aesthetics. متن سوم هست، احتمالا با یه متن دشواری روبرو باشیم نسبت به متنهای اول و دوم. استتیکس، بچه ها خود کلمه استتیکس میدونید یعنی چی؟ اون استتیکسه، استتیکس یا استاتیستیکس اونه، استاتیستیکس، استاتیکس نه، استاتیستیکس اون میشه آمار، ولی استتیکس که A-E-S-T-H-E-T-I-C-S هست هم کلمه یه که تو مهندسی داری؟ این معنی زیبایی، مربوط به زیبایی شناسی میشه استتیکس. اوکی؟ حالا نورو استتیکس احتمالاً یه جنبه علمی از موضوع رو داره بررسی میکنه، چیزی شبیه مثلا نورو ساینس همچین چیزی در نظر بگیریم. حالا باید ببینیم که اساساً چی هست، بریم جلو میفهمیم که دقیقا میخواد به ما چی بگه. صفحه 51 سوالات چند گزینه‌ای رو داریم، 27 تا 30. بعد صفحه 52 سوالات 31 تا 33 سوالات جای خالی سامری رو داریم که برخلاف سامری هایی که معمولا میدن اینجا میاد به ما گزینه میده و از ما میخواد که بین گزینه های موجود انتخاب بکنیم و در نهایت yes no not given رو داریم و سوال 40 هم میگه که از ما میخواد که یک تایتل که خب نورو استتیکس بود و توی سوال 40 از ما یه جور ساب تایتل میخواد از ما که اون عنوان فرعی، عنوان اصلی شد نورو استتیکس و از ما یک عنوان فرعی میخواد که باید بر اساس چیزایی که خوندیم انتخاب بکنیم. من یک سری توضیحات رو بهتون بدم، خیلی از مدل سوال رو توضیح دادم، یک توضیحات بهتون بدم و 20 دقیقه زمان بدم جواب بدین، من تحلیلش کنیم و بریم جلو. خب بچه صفحه 51 سوالات 27 تا 30 سوالات چند گزینه ای هستن که خب چون 4 تا گزینه بیشتر نیست ما باید فقط یک گزینه رو انتخاب بکنیم. این که ما چجوری این رو انجام میدیم، خیلی از بچه ها برشون در کنار matching headings این سوالات چند گزینه‌ای برشون خیلی دشواره. چجوری این کار رو انجام بدیم؟ خب به نظر من با توجه به حالا تجربه‌ای که خودم دارم توی تست هایی که میزنم، بهترین چیزی که پیدا کردم این بوده که اولا خب اینا به ترتیبن، 27, 28, 29 و 30 سوالات چند گزینه ای هم به ترتیب مت میان. چی کار بکنیم؟ شما در وهله اول، در قدم اول کاری به گزینه ها نداشته باشید خب، و تنها چیزی که باید بخونید خود سوال باید باشه. مثلا میگه in the second paragraph the writer refers to a shape matching test in order to illustrate. میگه در پاراگراف دوم نویسنده به یک آزمون shape matching اشاره میکنه به منظور نشون دادن چی. خب حالا شما به جای اینکه وقت بذارید گزینه ها رو بخونید، خب قدم اول نیازی نیست که گزینه ها رو بخونید، همین سوال رو متوجه بشید که ازتون چی میخواد. سوال از من میخواد که در پاراگراف دوم نویسنده داره به یک چیزی اشاره میکنه، حالا از من میخواد که بفهمم چرا داره به این اشاره میکنه، چی رو میخواد نشون بده. خب اینو که من متوجه شدم برم توی متنم، از اول متن شروع کنم به خوندن، اینجا استثنا خودش داره به من آدرس میده. خب یعنی من دیگه میدونم که پاراگراف اول رو نیاز نیست بخونم، مستقیم باید برم سراغ پاراگراف دوم، پاراگراف دوم رو بخونم ببینم که اون شیپ میچینگ تستی که در پاراگراف دوم بهش اشاره شده با چه هدفی انجام میشه، که البته اینجا هدف خود نویسنده رو میخواد، اینکه چرا نویسنده داره به اون اشاره میکنه. پس پاراگراف دوم رو بخونم ببینم که نویسنده چرا داره به اون shape matching test اشاره میکنه.
حالا 27 که جواب دادم میرم سراغ 28، سوال 28 رو مجددا میخونم، کار به گزینه ها نداشته باشم. بعد که رفتم پیدا کردم جواب رو، میام توی گزینه ها، اوکی، ببینم کدوم گزینه میتونه جواب من باشه. خب حالا اتفاقی که میفته، خیلی وقتا ممکنه گزینه صحیح رو خیلی راحت و سریع پیدا بکنید با اطمینان، بعضی وقتا رد گزینه میکنید، یعنی در قدم اول مطمئن میشید که مثلا برای سوال 27 B و C اشتباهه و بین A و D مردد هستید. خب کاری که باید انجام بدید، میتونید همون لحظه یه دابل چک بکنید خب و مطمئن بشید که حالا تفاوت A و D دقیقا در چیه و به جواب صحیح برسید. اگر هم کماکان دیدید که براتون سخته و نمیتونید به سوال جواب بدید، همون تکنیک قدیمی، بی خیال سوال میشید، میرید سراغ سوالات بعدی، در پایان کار برمیگردید، حالا باز چک میکنید بین A و D گزینه صحیح رو انتخاب میکنید یا اینکه نهایتا شانسی انتخاب میکنید. اوکی، بین 4 تا گزینه، بین 2 تا گزینه شانس انتخاب کردن احتمال شانس رو بیشتر میکنه، احتمال جواب درست رو بیشتر میکنه تا بین 2 تا گزینه. همینجور به ترتیب میایم جلو. خیلی وقتا توی بچه‌ها سوالات این مدلی توی متن سوم، خیلی وقتا خودش آدرس میده، همونطور که میبینید 27 داره میگه second paragraph، 28 آدرس خاصی نمیده، ولی آنجلینا هاولی دولانز فایندینگز یک اسم خاصه، به ما کمک میکنه که راحت تر پیدا کنیم. بعد 29 مجددا رابرت پپرلی رو داریم که باز اسم خاصه، و در نهایت سوال 30 میگه که برو سراغ 5th paragraph، پاراگراف پنجم. و خب این کار رو با سیما یه مقدار میتونه راحت تر بکنه توی سوالات متن سوم. اینا رو که جواب دادیم، گفتم به ترتیب حواسمون باشه علامت بزنیم که کجا واسه هر کدوم جواب رو پیدا میکنیم. بعد میام سراغ سوال صفحه 52، Art and the Brain، عنوان Art and the Brain رو داریم که اینجا سوالات این مدلی سوالات دشواری نیستند، ولی تنها نکته‌ای که وجود داره در مورد این سوالات اینه که ببین بچه‌ها، اگر که ما گزینه های A تا F رو نداشتیم، خب من همیشه میگم وقتی جا خالی هست، خب جواب رو عیناً از توی متن باید برداریم. خب وقتی که جا خالی هست و گزینه به ما نمیده، اینجا جا خالی هست ولی گزینه به ما میده، یعنی چی؟ یعنی من باید برم جواب سوال 31 رو توی متن پیدا بکنم. خب حالا بیام ببینم با توجه به اون جوابی که توی متن پیدا کردم، از بین کدومی که از این گزینه ها، کدوم گزینه نزدیکترین حالت رو به جوابی که من پیدا کردم داره، یه جورایی هم مفهوم و یا هم معنی اون کلمه است. خب و اون گزینه رو به عنوان گزینه صحیح بنویسم. برای اینجور سوالات توی پاسخنامه، وقتی مثلا دارم میگم به فرض اگه جواب سوال 31 بشه complexity، گزینه B بشه، شما توی پاسخنامه هم میتونی گزینه B رو بنویسی یا اینکه نه، خود کلمه complexity رو توی پاسخنامه بنویسی، فرقی نمیکنه، در هر دو حالت از شما درست میگیرن، اما توصیه اینه که گزینه بنویسید. چرا که اگر مثلا کلمه interpretation یا complexity غلط املایی داشته باشی، خب حیفه که به خاطر غلط املایی جواب رو از دست بدی. پس بهترین کار اینه که هر موقع ما گزینه داریم، فقط و فقط اون گزینه رو بنویسیم. حتی بچه‌ها توی سوالات چند گزینه‌ای هم، مثلا اگه جواب سوال 29 بشه گزینه A، شما خود گزینه رو کامل بنویسی هم ازت ایرادی نمیگیرن، ولی خب چه کاریه، همون گزینه رو بنویسیم، کارمون خیلی خیلی راحت تره. مجدداً سوالات این مدلی هم به ترتیب میان، قاعدتاً طبق چیزی که تا الان یاد گرفتیم جواب سوال 31 باید بعد از جواب سوال 30 باشه، واسه همین حتما سوال 30 رو که پیدا کردی جوابش رو علامت بزنید. اون عنوان Art and the Brain که به ما داره میده خودش میتونه خیلی به ما کمک بکنه. بعد ما سوالات صفحه بعد، سوالات Yes, No, Not Given رو داریم، باز اینا همه به ترتیب هستند. خب ما قبلا Yes, No, Not Given کار کردیم با هم سر کلاس، یا True, False, Not Given کار کردیم؟ نه همه
True false not given بود. Yes no not given now. بچه روش پاسخدهی همونه. خب که من بهتون گفتم توی true false not given شما کاری که انجام میدید اول سوال خوب میخونید، اون مین المنتش رو پیدا میکنید، موضوع اصلی رو پیدا میکنید، بعد اون قسمت‌های کوچیکش اسمال پارتش که میتونه تأثیر بذاره رو هم پیدا میکنید و بعد میرید توی جواب توی متن دنبال جواب میگردید تا به حالا yes no یا not given برسید. فرق true false not given و yes no not given در اینه که true false not given با fact سر و کار داره ولی yes no not given با دیدگاه نویسنده سر و کار داره. خب یعنی میاد میگه چی؟ میاد میگه که مثلا سوال 34 میگه یه چیزی گفته، خب بعد میگه این چیزی که من اینجا گفتم توی سوال 34 در راستای دیدگاه نویسنده هست یا نه. یعنی اگر نویسنده اینو گفته توی متن آیا به نظر تو با نویسنده با این جمله 34 موافقه، خب مخالفه، یا اینکه خب not givenه که حالا yes no و not given داریم. به خاطر اینکه با دیدگاه با اپینین نویسنده ما بیشتر سر کار داریم یه مقدار سوالات میتونه مفهومی تر باشه. اول که خودتون جواب دادین، بعد که با هم دیگه تحلیلش کردیم قاعدتا نکات رو کامل تر بهتون میگم و میرید جلو. باز اینا هم به ترتیب هستن. حواستون باشه که توی yes no not given اگر بهترین کار اینه که همون توی پاسخنامه yes no و یا not given رو بنویسید، اما اگر به جای yes حواستون نبود نوشتید true یا به جای no حواستون نبود نوشتید false از شما نمره کم نمیشه و جواب رو صحیح در نظر میگیرن از شما. ولی توصیه که میشه اینه که اگه true false true false بنویسیم، اگر yes no هست yes no بنویسیم. در نهایت میرسیم سوال 40. قبلا فکر کنم بهتون گفتم بعضی وقتا آخرین سوال متن که سوال 13 26 یا 40 هست از شما میخواد که اگر که متن ما عنوان نداشته باشه ممکنه ازتون بخواد که برای متن یک عنوان پیدا بکنید. خب اینجا متن ما عنوان داره، از ما چی میخواد؟ میگه سابتایتل، عنوان فرعی انتخاب بکنید. خب این سوال خیلی سوال دشواری نیست. خب با توجه به اینکه شما چند گزینه ها رو جواب دادین، جا خالی ها رو جواب دادید، yes no not given را ها رو هم جواب دادید و با این کار کل متن رو عملا یکی دو بار خوندین، معمولا وقتی که به سوال 40 میرسید و همچین سوالی میرسید خیلی سریعا میتونید یکی دو تا گزینه رو بندازید دور، مطمئنید که اینا اشتباهن و بین اون دو گزینه باقی مونده به اون جواب صحیح برسید. خب خیلی نکته خاصی نداره، فقط حواستون باشه که این سوال 40 داره کلیت متن رو داره در نظر میگیره، جواب در مثلا پاراگراف خاصی یا جمله خاصی نیست. شما باید یک دید کلی نسبت به متن پیدا کرده باشین تا بتونید سوال 40 رو جواب بدید که میگه که مناسب ترین سابتایتل یا عنوان فرعی برای این مقاله چیه. یه نگاهی لطفاً به همه سوالات بندازید، اگر که کلمه ای هست چیزی هست که نمیدونید از من بپرسید تا بعدش با هم دیگه تست رو بزنید. بگو شیما. سوال داشتم راجبه الان این وکب ناشناخته نیست، منظورم اینه که الان مثلا چون میگین که اگر سوالی دارین راجبه کلماتی که نمیدونین توی سوالا بپرسین، من واسه تست قبلی تست 12 که گفتم زدم و یکم درس دادم پایین تر شد این مشکل رو داشتم که توی مت مثلا یه جاهایی میشه حد زد کلماتی که نمیدونی، ولی یه جاهایی واقعا برای اینکه اون حالا مثلا true false not given رو بتونی بزنی لازمه که حتما اون مثلا سنتنس یا اون حالا پاراگرافی که این جمله توش قرار داره رو بفهمی که چی میگه، بعد اونجا نمیشه معنی اون کلمات رو حد زد. میتونیم وقت داریم تمرین میکنیم از دیکشنری استفاده بکنیم؟ ببین من پیشنهادم اینه که توی خونه خب قبل از اینکه تست رو بزنید
بشینید و فقط به کلماتی که توی سوالات هستن کاری به متن نداشته باشید. خب متن اصلا نخونید. اول یه نگاهی به کلماتی که توی سوالات هستن بندازید. اگه کلمی هست که نمیدونید برید پیدا بکنید. خب متن رو نخونید. چرا که ما حداقل سوالو باید خوب بفهمیم تا بتونیم جواب رو پیدا بکنیم دیگه. نصف اون جواب وابسته به فهمیدن درست سواله. خب و تست رو بزنید. حالا بعد که دارید تحلیل میکنید، به فرض مثلا سوال 35 که yes or not given بوده رو متوجه میشی که تو مثلا no زدی ولی جواب yes بوده. بعد که میری میگردی میبینی، میبینی که انگار مثلا دو سه تا کلمه داری که من نمیدونم و این همین باعث شده که من جواب ندم. اینجا برو توی دیکشنری جواب رو ببین. اینجا داری این کار رو انجام میدی که دانش زبانیت بهتر بشه واسه تستای بعدی. ولی که در همون لحظه که داری تست میزنی یه دیکشنری برداری کنارت باشه نه. خب آره. آره ولی میخوام من بیشتر موقعی تست دادم میخوام تست زنی رو تمرین بکنید، اون تکنیک ها و نکات رو تمرین بکنید. حالا بعد که میرید تست میزنید، بعد که میرید کلمات رو پیدا میکنید، غالبا توی تست بعدی ها، تست بعدی و بعدی و بعدی هم بهتون کمک میکنه. در نهایت اینا رو هم دیگه انباشته میشه. خب و بهتون کمک میکنه که توی تست نهایی عمل کرده بهتر داشته باشید. بچه خیلی پیش میاد زبانه، مثلا من یه پادکستی رو گوش میدم، یه کلمه است نمیدونم، بعد میرم کلمه رو پیدا میکنم، بعد فرداش دارم یه مقاله میخونم، میبینم که همون کلمه‌ای که توی پادکست یاد گرفتم اونجا هم داره میاد. و این حتی شده خیلی وقتا این فاصله زمانیش حتی یکی دو ساعت بوده. میدونی چی میگم؟ زبان دیگه داره تکرار میشه. هر چقدر بیشتر بدونید میتونید عمل کرده قاعدتا بهتری داشته باشید. اما اینو در نظر بگیرید، تست ریدینگ تست لغت نیست. خب تست درک متنه، درک مطلبه. در کنارش هر چقدر لغات بهتری بلد باشید قاعدتا به نفعتونه. هدف اول توی تست دادن توی خونه تمرین تکنیک ها باشه، در کنارش هم یه سری کلمات رو یاد بگیریم که همیشه میگم بعد از اینکه تست رو زدید بشینید متن رو با حوصله بخونید. به دو دلیل، یکی اینکه کلمات جدید یاد بگیرید، دو هم اینکه ایده های خوبی واسه یه اسپیکینگ پارت 3 و رایتینگ تسک 2 داشته باشید. اوکی خب اگر که سوال خاصی ندارید بریم سراغ متن. بچه سوال 27، کلمه illustrate یعنی چی؟ نشون دادن یعنی یه چیزی رو توضیح بیشتر دادن. خب دید خیلی وقتا از مفهوم تو illustrate استفاده میکنن، مثلا یه چیزی رو میگن بعد که میخوان توضیح بیشتر بدن میان به اصطلاح یه مثال میارن، اون مثاله داره اون ایده ما رو illustrateش میکنه. demonstrate هم همین معنی رو میده. آره خب یه نکته هم بهتون بگم، نمیدونم شاید ببینید در تستایی که میزنید توی پارت 3 توی متن 3 سوالات این مدلی جای چند گزینه ای خیلی وقتا ممکنه بگی که what does the writer suggest in مثلا paragraph 4. خب یا مثلا the writer refers to مثلا فلان چیز in paragraph 2 to suggest that. خب اینجا یکی از کلمات پرکار برده. یا حتی کلمه suggest توی سوالات matching information ها هم ممکنه بیاد. خب suggest فعله، suggestion اسمه. خب اینو خیلی وقتا بچه ها نمیدونن. suggest یعنی پیشنهاد دادن، suggestion یعنی پیشنهاد. ولی اگر که از شما میپرسه که نویسنده توی پاراگراف دوم داره چی رو سجست میکنه، اینجا یعنی اینکه به صورت غیر مستقیم میخواد چی رو بگه. خب یعنی سجست میتونه به معنای تلویحی صحبت کردن، تلویحاً اشاره کردن هم باشه. حالا اینجا نداریم. چرا داریم؟ سوال 30 داریم. میگه What do the experiments described in the fifth paragraph suggest about the paintings of Mondrian. خب میگه که چی؟ میگه که اون اکسپریمنت هایی که در پاراگراف پنجم اومده چه چیزی رو در مورد نقاشی های موندرویان دارن سجست میکنن، به صورت غیر مستقیم دارن میگن، تلویحاً دارن بهش اشاره میکنن. و حواستون باشه سوالات این مدل بچه سوالات مفهومی هستن. خب
خب قرار نیست اگر جواب سوال گزینه سی باشه شما عیناً اون رو ببینید، باید برید پاراگراف رو بخونید ببینید که چرا داره به این اشاره میکنه، هدفش چی بوده، چه چیزی رو میخواد تلویحا به شما بگه و بیاین گزینه صحیح رو انتخاب بکنید. اوکی چی؟ سوال 27. آها The subjective nature of art appreciation. بچه appreciate و appreciation appreciate در معنای اول که یعنی قدردانی کردن، تشکر کردن، معنای دوم یعنی فهمیدن، حالا این درک کردن، حالا art appreciation یعنی درک هنر. خب ستایش هنر رو نمیشه؟ ستایش هنر خیلی موافق نیستم. خب چون حالا من توضیح میدم گزینه ای رو دیمه که The subjective nature of art appreciation. بچه یه سری چیزا هست subjective. یه سری چیزا هست objective. خب مثلا بچه هنر سابجکتیوه، یعنی مثلا به شما به خصوص مثال هنری بخوام بزنم، اون نقاشی های انتزاعی رو دیدین، خب مثلا میرید توی گالری یه هنر انتزاعی، نقاشی انتزاعی رو میبینید، من ببینم محکل، شیما، بیتا، تینا، الهام، خب هر کسی ممکنه برداشت خودش رو از این اثر هنری داشته باشه. خب پس اینجا داره میگه که درک هنر یه ذات سابجکتیو داره، یعنی وابسته به فرده، هر کسی تفسیر خودش رو ازش داره، در مقابل ابجکتیو. خب ابجکتیو چیه؟ ابجکتیو یعنی که یه سری پارامترهای مشخص وجود داره، ما بر اساس اونها تصمیم گیری میکنیم، این ابجکتیوه. مثلا بچه نمره‌ای که شما توی لیسنینگ و ریدینگ میگیری ابجکتیوه. چرا؟ چون به فرض یه آدمی نشسته اینا رو تصحیح میکنه، میبینه شما از 40 تا سوال 30 تا سوال درست جواب دادین، پس لیسنینگ و ریدینگتون میشه 7. این چیز مشخصه، نظر شخصی نمیتونه اعمال بکنه، بر اساس دستور عملی که بهش دادن، میگن مثلا دستور عمل واسه یه تست بهش دادن، اگر که فلانی 28 تا جواب صحیح داشت نمرش رو این بده، این ابجکتیوه. خب ولی توی سپیکینگ و توی رایتینگ نمره‌ای که به شما میدن نمره سابجکتیوه. خب چرا؟ چون که یه اگزامینر ممکنه به رایتینگ شما 6 بده، یه اگزامینر ممکنه به رایتینگ شما 7 بده. مثلا پیش اومده یکی از شاگردای من امتحان آیلتس که داد 6 گرفت، بهش گفتم اعتراض بذار حتما نمره تو بهتر میشه، اعتراض گذاشت 7 گرفت. چرا؟ چون که بین اون حالا اینجا داره میگه اون ذات هنر سابجکتیوه، هر کسی احتمالاً درک خودش رو از هنر داره، یه همچین چیز رو داره توصیف میکنه. دیگه کلمه خاصی هست؟ نو؟ no? ریلاینس از کلمه ریلای میاد، یعنی اتکا کردن، وابسته بودن. میگه وابستگی هنر مدرن روی فرمهای ابسترکت، فرمهای انتزاعی. ابسترکت ما یه چیز ابسترکت داریم، انتزاعی یه سری چیز تنجیبل داریم، قابل لمسه، مثلا این کتاب تنجیبله، اوکی؟ ولی مثلا چه میدونم هنر میتونه قابل لمس نیست. مثلا مثل این مفاهیم هستن که ابسترکت هستن، انتزاعی هستن. دیگه؟ من یه سوال بپرسم. بگو بگو. توی اون اولیه همون ABCD داره جواب باش، سومین سوال دی آخریه generally prefer representational art. یعنی چی representation؟ یه بار دیگه آدرس میدی به هم؟ آها پیدا کردم. 29 آها involving Robert Hughes suggests that people generally prefer representational art to representational art to abstract art. Abstract art که مشخص شد، هنر انتزاعی
representational art. بچه کلمه یه represent یعنی چی؟ هنر نمایشی. بین از آره یعنی یه چیزی رو داره رپرزنت میکنه، یه چیزی داره نمایش میده. خب حالا دقیقا نمیتونم ترجمه برات داشته باشم که حالا این رپرزنتیشنال آرت چی میشه، ولی ابسترکت آرت یه مفهوم مشخصی رو به تو نمیده. خب مثلا میرید توی موزه، مثلا دیدین مثلا میگن که طرف سطل رنگ رو پاشیده روی اینجا حالا شده مثلا چیز. خب این میشه ابسترکت، مفهوم خاصی رو بهت نمیده. خب ولی رپرزنتیشنال آرت انگار یه چیزی رو داره رپرزنت میکنه، یه چیزی داره بهت نشون میده. حالا هنر نمایشی ترجمه خوبی نیست، چون هنر نمایشی برمیگرده به سینما و تئاتر و اینجور چیزا. خب رپرزنتیشنال آرت یعنی یک هنری که یه چیزی رو نشون میده، یه مشخصی رو داره بهت نشون میده، یه چیزی رو قابل درکه، رپرزنتش داره میکنه. اوکی شه از کلمه represent، representation و representational اینجا صفت هست چون آخرش al اومد. دیگه یه کلمه هم هست توی سال C part C assumption از کلمه assume میاد. خب assume یعنی مثلا فرض کردن یه چیزی رو در نظر گرفتن. مثلا من فرضم بر اینه که شما سطح زبانتون اینترمدییت هست حداقل، مثال میزنم. خب یه اسی حالا اسامپشن یه جور فرضیه مثلا در نظر بگیریم، میگه که اونها فرضیه های ما در مورد شیپ و کالر رو به چالش میکشن، زیر سوال میبرن. صفحه 52 Art and the Brain خط آخر یه دونه OCCUR یک کلمه که تلفظ رو من چون A care یعنی اتفاق افتاده. A care frequently in the natural world یعنی زیاد توی دنیای طبیعت زیاد اتفاق میفته. اکیر اتفاق افتادن. دیگه بچه ها کلمه ای هست توی Yes No Not Given ها، کلمه ای هست ندونین؟ بچه سوال 37 کلمه govern یعنی چی؟ Government که میشه دولت. حالا govern هم میتونه بشه حکومت کردن، درست میگم؟ خب فعله، ولی اینجا یعنی چی؟ اداره کردن یا مثلا حکمران کردن. ببینید میگه govern people's reactions to works of art. خب اولا بچه کلمه work به عنوان اسم یعنی اثر هنری، work of art اثر هنری، work کار کردن اگه فعل باشه، اگه اسم باشه یعنی اثر، مثلا میگیم آثار شکسپیر، works of Shakespeare. خب کلمه govern یعنی حکومت کردن، اداره کردن، فلان اینا. اینجا من فکر میکنم با توجه به کانتکست، با توجه به چیزی که سوال اومده گفته، اینجا یعنی تعیین کردن، مشخص کردن. متوجه نشدم، یه بار دیگه بگو. آها میگه دانشمندا باید دنبال این باشن، seek to do something یعنی دنبال چیزی بودن. اوکی میگه باید بهتره که دنبال چی باشن؟ دنبال این باشن که قوانین دقیق و مشخصی رو به اصطلاح تعریف بکنن که اون قوانین واکنش مردم رو نسبت به آثار هنری تعیین میکنه. اوکی
سوال 34، اون contradict. بچه این contradict بخواهم خیلی دقیق بهتون بگم، دیکت بچه ها خب معنی گفتنه، خب دیکت. کانترا یه پیشونده که معنای متضاد بودنه، خب حالا contradict اوکی یعنی متضاد بودن. خب میگه که Forethys findings contradicted previous beliefs on the function of fractals in art. میگه یافته های اون بابا اوکی با باورهای قبلی در مورد عملکرد فراکتال ها در هنر تضاد داشت، مغایر بود. اها چی گفتی دیکت داره؟ پریدیکت. آره دیگه دیکت یعنی گفتن، تری یعنی از قبل، حالا پریدیکت میشه پیش بینی کردن. حالا اینا چیزایی بخواییم به ریشاش نگاه بکنیم اینا هستن دیگه. بچه ها آیا سوال 40 گزینه دی کلمه یه آلتر یعنی چی؟ سوال 40 گزینه دی کلمه یه آلتر بیان کردن، توضیح دادن، نه آلتر یعنی تغییر دادن. کلمه یه آلترنتیو رو شنیدین؟ آلترنتیو اوکی. میگه که چگونه تحقیقات در مورد مغز دیدگاه عموم در مورد هنر انتزاعی رو تغییر داده. Alter یعنی تغییر داده. خب فکر میکنم دیگه کلمه خاصی نباشه. من تایم بگیرم 20 دقیقه. خب بچه ها از الان 20 دقیقتون شروع شد، اگه خواستید ویدیوتون رو آف بکنید از الان شروع شد. من برای اینکه سریعتر پیش بریم خودم جواب صحیح رو میگم، بعد رندوم از یه نفرتون میپرسم که اون که جواب صحیح داده توضیحش چیه. اوکی سوال 27 میشه گزینه C. Our tendency to be influenced by the opinions of others. شیما شما درست جواب دادی؟ شیما عبدی؟ بله. یه توضیح میدی لطفا سریع. بله توی پاراگراف وقتی که در توضیح میده توی تقریبا پاراگراف خط 4 و 5 میاد میگه که تو کل اون جمله که for example رو آورده people often choose a definitely wrong answer if they see others doing the same. و این از این جمله من بنجستم که وقتی که مردم بسیدن که علاقم این که خودشون شاید جواب درست رو بدونن ولی میان و کاری که بقیه انجام میدن و انجام میدن پس میشه our tendency to be influenced by the opinions of others. دقیقا بالاترش هم توی خط چهارم میگه we certainly do have an inclination to follow the crowd. یعنی ما ها تمایل داریم، inclination داریم که دنبال روی بقیه باشیم و آره تأثیر میذاره. همینطور هم هست دیگه، مثلا اگه ما بگن یه اثر هنری خیلی خفنیه ما میگیم آره خیلی خفن، یا مثلا در مورد خیلی از آثار مثلا چه میدونم موسیقی یا فیلم فلان فیلم چون همه قبولش دارن خب ما هم خیلی اعتماد به نفس زیر سوال بردنش رو نداریم، دنبال روی جمع خواهیم بود. جواب میشه گزینه C. سوال 28 آره حتما حتما مرسی باید یادآوری. 27 گزینه C
سوال 28 جواب میشه گزینه دی. Have the ability to perceive the intention behind works of art. توانایی فهمیدن اون نیت آثار هنری رو دارن. محکل درست جواب دادی؟ من زدم دی، شما فهمیدین دی؟ دی، درسته، دی. جواب گزینه دی هسته. چرا؟ جوابش پاراگراف سوم صفحه 49 که فکر میکنم خطای آخرش هستش که میگه که in each set of trios volunteers generally preferred the work of renowned artists even when they believe it was by an animal or a child. It seems that the viewer can sense the artist's vision in a painting. Even if they can't explain why. دقیقاً artist's vision یعنی همون نیت هنرمند، اوکی؟ دیدگاه هنرمند رو میتونن بفهمن حتی اگه نتونن توضیح بدن، اوکی؟ مرسی. سوال 28 شد دی. سوال 29 جواب میشه گزینه بی. تینا درست جواب دادی؟ بله. خب یه توضیح کوچیک میدی؟ توی پاراگراف چهارم اون جملات آخر زده که it would seem that the brain sees this image as puzzled and the harder it is to decipher the meaning and the more rewarding is the moment of recognition. توی گزینه بیام زده که این دقیقا یه حس لذتی ایجاد میکنه که طرف انگار خودش بفهمه که اون نقاشی چه چیزی رو داره میگه. دقیقا بچه ها کلمه یه rewarding که خب یعنی لذت بخش راز satisfying، اوکی؟ و کلمه یه decipher بچه ها یعنی این توی یعنی decipher یعنی رمزگشایی کردن، اوکی؟ decipher دی حالت منفی کننده میشه واسه یه کلمه. decipher یعنی رمزگشایی کردن، یعنی فهمیدن یه چیز رو آدم بفهمه، اوکی؟ هر چقدر که سخت‌تر باشه اینکه بخوان معنی رو اون بفهمن rewarding تره، براشون لذت بخش‌تره. جواب آفرین، درسته. مترادف ورکاوت میشه دیگه اینجا، درسته؟ دقیقا مترادف ورکاوت میشه. ورکاوت هم یک phrasal verb که به معنای ورزش کردن اینا میتونه باشه، هم به معنای فهمیدن یک موضوع میتونه باشه. گزینه سوال سی میشه گزینه سی میشه گزینه A. They are more carefully put together than they appear. الهام درست جواب دادی سی رو؟ چرا دی زدی؟ میشه توضیح بدی؟ گزینه دی میگه they are easier to appreciate than many other abstract works. اونها منظورش چیه؟ آثار موندریانه، نقاشی موندریان. فهمیدنشون نسبت به خیلی از کارهای انتزاعی دیگه راحت تره. خب چرا اینو انتخاب کردی؟ اونطوری فکر کردم، بعد آخرش هم گفته که قطع آخرش گفته آلترتوریش از نیس پلیجر دو و دیمیتر ایتت دیبوش بکنم بدیم. Less pleasurable when they later rated the work. میگه اون داوطلبا اون ورژن های تغییر یافته رو کمتر براشون لذت بخش بود وقتی که بعدن به اصطلاح ارزیابیشون کردن. نمیگه فهمیدنشون آسان تر یا سخت بود. Less pleasurable بوده. جواب میشه گزینه A. They are more carefully put together than they appear. سوال C گزینه A. چرا؟ چون که اول پاراگراف میگه که and what about artists such as Mondrian whose paintings consist exclusively of horizontal and vertical lines. نقاشی های این آدم یک سری خطوط افقی و عمودی صرفا هستن. Encasing blocks of color که یک سری رنگ رو نشون میده. بعد میگه Mondrian's works are deceptively simple، یعنی به طرز گمراه کننده ساده.
example are deceptively simple, but اما آی تریکینگ استادیز، یه سری مطالعات آی تریکینگ چیو نشون میده؟ تایید میکنه که they are meticulously composed. meticulous بچه یعنی با دقت، با وسواس، با ریزبینی. آها، meticulously composed and that simply rotating a piece، همین که یه چیزو جا به جاش بکنی radically changes the way we view it، به صورت خیلی رادیکال تغییرش میده اون نحوه دیدن ما رو، یعنی اون مفهوم رو خیلی زیاد داره تغییر میده. خب پس از اول کار میگه صرفا یه سری خطوطن، خب ولی میگه اینا حساب کتاب دارن، اگر که ما یه چیز رو تغییر بدیم خیلی معنا عوض میشه. پس گزینه A میشه گزینه صحیح. گزینه B they can be interpreted in a number of different ways، نمیگه که تفسیرهای متفاوتی میشه ازش داشت. They challenge our assumptions about shape and color، میگه فرضیه های ما، دانسته های ما در مورد شیپ و کالر رو تغییر میده، به چالش میکشه. به این هم اشاره ای نمی کنه توی اون متن. پس جواب سوال C میشه گزینه A. They are more carefully put together than they appear. بچه معادل carefully کلمه meticulously هست، با دقت، با وسواس. این اینو خاطر نمیدونستم. آره احتمالاً به خاطر همین بود. meticulous بچه‌ها خوبه که یاد بگیرید. من چند بار توی متن‌های مختلف دیدم، حتی توی لیسنینگ ها هم شنیدم meticulous، meticulously. سوال 39 آره حتما 29 C شد گزینه A. vocabulary متی spellingش رو یادم رفت. meticulously. خب سوال 32 سوال 31 بچه ها گزینه C جوابه که میشه emotions. بیتا درست جواب دادی 31 رو؟ بله ولی یه جورایی خیلی حسی جواب دادم. میشه بگی از کجا جواب دادی؟ توی پاراگراف ششم، آره ششم دنبالش بودم که چون بعدش یه اسمی میاد الکس فوریسی، این مال سوال بعده، پس گفتم مثلا این باید بین پاراگراف 5 تا این سوال باشه. واسه همین بعد گفته بود که توی پاراگراف 6 ترجمهش این میشه که نقاشی اصلی رو یه سری چیزاشو جا به جا میکنن، بعد همه مردم اون نقاشی اصلی رو ترجیح میدن. مثلا همین احساس کردم که ممکنه که جواب این بشه. شیما میتونی یه توضیح دیگه بدی؟ شیما عبدی. بله پاراگراف اول اینجا داره میگه که The discipline of neuroesthetics aims to bring in اولش که داری میخونی scientific objectivity to the study of art. به نظرم اومد که باید در همون بعد به شروع از متن باشه و توی خط چهارمش هم یعنی که since the amygdala plays a crucial role in our feelings that finding might explain why many people find this pieces so moving. So moving. و feelings اینجا معادل emotions بود. درست. دقیقا. بچه ها ببین چه اتفاق افتاد؟ اینجا ما برگشتیم، ما طبق اصولی که واسه خودمون داریم ما باید جواب سوال 31 رو بعد از پاراگراف 5 دنبالش بگردیم، ولی وقتی که شما میای پاراگراف 6 7 8 و 9 رو یه نگاهی بندازی، خب حالا شانسی درست جواب دادی، ولی باید پیدا بکنیم دقیقاً اون کلمه رو، خب اون مفهوم رو باید پیدا بکنیم. تو اون 6 و 7 و 8 و 9 که پیدا نمی‌کنیم برمیگردیم از اول پاراگراف اول. توی پاراگراف اول داره به scientific objectivity داره اشاره میکنه و هم کلمه feeling رو داریم بچه ها، یعنی احساسات. آخر پاراگراف هم کلمه moving رو داریم. خب
بچه قبل از کلمه moving چی اومده؟ so اومده. همونطور که ما میگیم so good, so bad مثلا. خب حالا so moving, moving یعنی اینجا یک صفته و وقتی یه چیزی moving یعنی روی احساسات ما تأثیر میذاره. مثلا یه تکان دهنده است دقیقا. خب مثلا یه ویدیویی میبینید، یه سخنرانی میبینید و باعث میشه مثلا گریه بکنید، این یعنی که اون سخنرانی اون ویدیو مووینگ بوده، تکان دهنده بوده، احساسات شما رو روش تأثیر گذاشته. حالا ما بر اساس فیلینگ و مووینگ میایم دنبال به اصطلاح هم معنی ها و هم مفهوم ها توی گزینه ها میگردیم و نزدیکترین گزینه ای که به سوال 31 میتونیم داشته باشیم گزینه C هست که میشه emotions. سوال C رو بنویسم. C و 1 شد گزینه C. C و 2 جواب میشه گزینه B. Alex Forsyth of the University of Liverpool believes many artists give their works the precise degree of noun. میخوایم اینجا جواب میشه گزینه B که میشه complexity. شما بهرامی شما درست جواب دادین؟ درست جواب دادم اولی نمیدونم اینجایی که فیلت کردم درنام درست بودیم. خب من درست محکل شما چی؟ شما جواب درست بوده؟ بله منم جواب درست بود. منم از توی پاراگراف هفتم اگر اشتباه نکنم پیداش کردم، به خاطر اینکه یادم یه جایی نوشته بودش که البته به نظرم که هشتم نمیدونم در مورد این صحبت کرده بود که خیلی در مورد دیتیل نقاشی ها حرف زده بود و من این دیتیل و مترادفش رو گرفتم complexity. آره خب بچه ها این که ما چجوری ما نگاه کنید بچه سوال این سوالات سوالات سامری هستن دیگه. خب دیدی که از پاراگراف اول ما اومدیم پاراگراف هفتم، ولی خودش داره ما آدرس میده. خب داره میگه الکس فورسیث of the University of Liverpool که خب در پاراگراف هفتم به این آدم داره اشاره میکنه. میگه in another experiment Alex Forsyth of the University of Liverpool analyzed the visual intricacy of different pieces of art and her results suggest that many artists use a key level of detail to please the brain. Too little and the work is boring, but too much results in a kind of perceptual overload. بچه کلمات رو دقت بکنید، در خط دوم ما کلمه intricacy رو داریم. Intricacy یعنی با جزئیات خیلی زیاد بودن. خب ممکنه کلمه براتون جدید باشه، پیچیدگی رو عملا داره بیان میکنه. حالا ترجمه دقیقش رو خودتون بعدا پیدا بکنید. در ادامه داره در مورد جزئیات صحبت میکنه به قول محکول. A key level of detail، حالا اگه ناچیز باشه بورینگه، ولی اگه زیاد باشه منجر به یک perceptual overload میشه. باز اینجا ما کلمه یه overload رو داریم که همون مفهوم complexity رو داره میرسونه. و ما میگم خود کلمه complexity رو توی متن نداریم، اما با توجه به جوابی که پیدا کردیم نزدیکترین گزینه گزینه B هست. 32 جواب ما میشه گزینه B. مرسی. سوال 33 جواب صحیح میشه گزینه H. She also observes that احتمالا جواب تو همون پاراگراف دیگه چون به همون آدم داره اشاره میکنه. She also observes that pleasing works of art often contain certain repeated images.
گزینه H which occur frequently in the natural world. تینا درست جواب دادی؟ بله. کجاست جواب؟ توی هم پاراگراف هفت ادامه هم جمله که گفتید زده که what's more acne pieces both abstract and representation show sonorous fractures repeated motifs recurring in different scales. Fractals. Fractals are common throughout nature. For example, in the shapes of mountain peaks or the branches of trees, it is possible that our visual system, which evolved in the great outdoors, finds it easier to process such patterns. باز کلمه images رو ما مشخصا نداریم، ولی با توجه به توضیحی که اینجا داره میده، نزدیکترین پاسخ میتونه چی باشه؟ گزینه ایمیجز باشه. فقط یه چیزی، من بین H و F موندم، آخر شانسی H زدم. F چرا نمیشه؟ لیات مگه مثلا منظیر اون خرکوشی و پترن و اینا نمیشه؟ لیات یه نکته بچه وجود داره که ما کلمه یه جمع میخوایم، احتمال خیلی زیاد. خب پس میشه ایمیجز، ولی یه بار دیگه بخونم. من متوجه صحبت نشدم شما، یک بار دیگه میگی. لیات تو توی کارهای گرافیکی و اینا اون حالت انگار طبقه بندی که میکنه، مثلا تو فتوشاپ و اینا مثلا لیات میکشیم جدا سازی میکنه اون خط کشی و اینا. بعد چون پترن رو گفت چیزه، بعد بالاتر نگاه کردم دیدم زده ویژوال سیستم و اینا، گفتم دیگه ویژوال یه حالت انگار دیدنی داره، زدم ایمیج. ولی خب دلت راضی نبود. یه نکته ای که وجود داره بچه ها، میگه که what's more appealing pieces both abstract and representational show signs of fractals. این نشون علامت هایی از فراکتال ها رو داره نشون میده. بعد از اون طرف میاد میگه که توی طبیعت هم زیاد پیدا میشن، به عنوان مثال قله کوه و شاخهای درخت ها. خب اینا یه جور حالت تصویریه دیگه، یعنی شما میبینی، شما یه تصویر داری میبینی، بنابراین احساس میکنم که شک و تردید درسته، ولی احساس میکنم که نزدیکترین پاسخ همون ایمیجز هست. توی امتحان اگه شک کردی بین این دوتا، دیگه میدونی فقط این دوتاست دیگه. خب اون موقع وقت نذار، علامت بزن، برو بعدی رو جواب بده، آخر کار بیا خوب رو این فکر کن که حالا کدوم رو جواب بده. اوکی. سوال 34 بچه ها، من بخونم سوال 34 رو. Forsyth findings contradicted previous beliefs on the function of fractals in art. بچه ها جواب ما احتمالا همون پاراگرافی که داشتیم میخوندیم، درسته؟ خب شما کلمه فورسیس رو داریم اینجا. میگه یافته های فورسیس با باورهای قبلی در مورد عمل کرده فراکتال ها در هنر متضاد بود، ردشون میکرد اونها. خب جواب نات گیونه، موافقین؟ بله. اوکی. خب یعنی چیزی در مورد این که این داره قبلی ها رو میزنه کنار و ردشون میکنه به ما نمیگه. اگه کسی غیر از این جواب داده بگه. نوب. چی گفتی اینو؟ فالس زدی اینو؟ نو زدی؟ اصلا من جسارت زدن این سوال ندارم، به خاطر اینکه کاملا مطمئنم همیشه غلط میزنم. نمره منفی که نداره، بزنی. نمره منفی که راست میگه نداره دیگه. خب ببین قلقی خیلی به قضیه نگاه نکن، اتفاق اگه قلقی به قضیه نگاه کنی اشتباه میکنی. خب ببین سوال مشخصه، میگه یافته های این آدم با یافته های قبلی در تضاد بود. خب حالا توی این پاراگراف اگه بخوای جوابت یس باشه، باید چیزی گفته، چیزی نوشته باشه که بگه آقا این یافته ها داره اون قبلی ها رو میزنه کنار. خب
داره یه چیزی رو انکار میکنه. قبلا همچین باوری وجود داشته ولی یافته های این آدم باورهای جدید آورده. اگه اینو گفته جواب میشه yes. اگه میگه نو باید، اگه جواب نو باشه باید توی پاراگراف گفته باشه که آقا یافته های این آدم با یافته های قبلی یکی بودن مثلا. اینو باید گفته باشه. ولی توی این متن خب نگفته که تضاد پیدا شده و نگفته که تضاد پیدا نشده. اصلا اشاره ای نکرده. خب و این مثل این میمونه، مثل این میمونه که بچه ها مثلا من میگم محگل مثلا 22 سالشه، خب بعد توی سوال بیایم بگیم که مثلا تینا 27 سالشه، خب اینجا جواب not givenه، جواب فالس نمیشه. ما توی سوالی که میگیم که تینا 27 سالشه اطلاعاتی در مورد محگل ندادیم، دیتایی وجود نداره، ما نمیدونیم، جواب not givenه اینجا. تینا بگو. یه چیزی هم خواستم بشیم آجام بگم، نمیدونم شاید کمکش کنه یا نه. حالا غیر از این اونجا میگه در مورد فرکتل ها. حالا ما تو پاراگراف تازه دفعه اول فرکتل رو گفت که معنیش چی بوده. بعد اگر اینجا مثلا شک داشت که قبل مثلا در تضاد با قبلی ها هست یا نه، یا مثلا پاراگراف قبلی رو مثلا متوجه نشدی اصلا اونجا مثلا برفرض معروفه اونا چی میگه این چی میگه، ولی اونجا دیگه دفعه اول کلمه فرکتل رو گفته، یکم بالاتر یکم پایین ترش رو بخونی میبینی در مورد فرکتل رو کسی دیگه حرفی نزده. پس اینجا مثلا میشه not given. یا توی تست قبلی هم در مورد اون کشتی که غرق شده بود اون تاریخش هم مثلا میتونی باز دقت کنی. دقیقا مثلا اسمان پارت ها رو به دو قسمت تقسیم کنی باز مثلا راحت ده. مثلا اینجا اسمان پارت اول مثلا میگی که قبلی ها بوده صرفا، بعد بس اسمان پارت دوم مثلا میگی در مورد فرکتل ها. شاید این کمکت کنه ریزتر نگاه کنی. آره ولی من پوینت من اینه شیما که قلقی به قضیه نگاه نکن. خب نه اصلا هم میترسم نمیدارم خب اشکال نداره، کسی که نمیخواد مجازاتت کنه که، حالا یه جوابی بنویس. یه مثال بزنم بچه ها، یه مثال بزنم. قبلا توی یکی از کتابای آیلتس دیدم، خب توی متن میگه که در مورد ماشین حمله پول بود که میره سمت بانک و اینا، خب بعد نوشته بود که توی متن نوشته بود که یک گروه از افسران پلیس از ماشین حمله پول محافظت میکنه. خب این به اصطلاح چیزی که توی متن گفته. توی سوال گفته بود که این نیروی پلیس، این گروه افسرهای پلیس که از ماشین حمله پول محافظت میکنن، این کار رو با سلاح‌های پیشرفته انجام میده. خب به نظرتون جواب چیه؟ true or false یا not given؟ جواب not given. چرا؟ ما اون قسمت این که این حفاظت اتفاق میفته رو داریم در هر هم سوال هم متن. خب ولی توی متن اشاره‌ای به نوع سلاحی که اینا استفاده میکنن نشده، ما نمیدونیم با چه سلاحی این کار رو انجام میدن. خب بنابراین جواب ما میشه not given. تو وقتی که اینجا میاد میگه contradict میکنه در تضاد با یافته های قبلی، توی متنت آباید ببینی آیا جایی میگه که این تضاد وجود داره، اگه باشه جواب میشه yes. یا اینکه میگه مشخصا میگه آقا این یافته ها تضادی با قبلی ها نداشت، اینو باید بگه مشخصا، جواب میشه no. ولی اگه نگفته اصلا در حرفی در مورد این تضاد نزده، ما نمیدونیم، شاید باشه شاید نباشه، ما نمیدونیم، متن اینو به ما نمیگه. اوکی پس 34مون میشه not given. 35 بچه ها میگه certain ideas regarding the link between mirror neurons and art appreciation require further verification. میگه ایده های مشخصی در مورد ارتباط بین mirror neurons که توی quotation نوشته، حالا معنیش خیلی مهم نیست، و درک هنر نیازمند وریفیکیشن بیشتر داره، نیازمند مثلا مطالعات بیشتر داره. ما باید بیشتر در مورد این قضیه مطالعه کنیم تا مطمئن بشیم از ارتباط بین این دوتا چیز. جواب میشه yes. محکل جواب درسته؟ 35؟ نه خب چرا؟ من اصلا اینا رو دیگه
سرسری خوندم، وقتم نرسید. وقتت نرسید. اوکی. بیتا شما چی؟ دقیقا منم اینا رو دیگه نرسیدم. نرسیدی. اوکی. شیما خودت بگو، شیما بهرامی. جوابت چی بود؟ جواب ندادی شما؟ به کمک شما جواب بدن. الهام تو چی گفتی؟ یه سه جوابه؟ من بعدی جواب دادم با چین و بقیه وقت هم آوردم. وقت هم آوردی. خب پس بذاری خودم توضیح بدم. میگه که ما کلمات مهم ما mirror neurons و art appreciation و ارتباط بین این هاست. حالا میگه این نیازمند verification بیشتری هستش. شیما کجاست جواب؟ پاراگراف 8 که مونده به آخره کجا نشون میده که requires further verification؟ شیما من تازه میرون پیدا کردم. البته گردم دنبال ششمین خط 1 2 3 4 5 6 میشه بخونی؟ میشه بخونی شیما عبدی بخونش؟ The hypothesis will need to be thoroughly tested. However, it might even be the case that we could use neurostatics studies to understand the longevity of some pieces of artwork. Okay, مرسی. همین خوبه. ولی خط بالاش مستقیم توی جمله میگه. This may be down to our brain's mirror neurons. The hypothesis we need to be thoroughly tested. دقیقا. همینو خواستم بگم. میگه این فرضیه the hypothesis will need to be thoroughly. بچه ها thoroughly یعنی چی؟ کاملا. Thorough. Thorough یعنی کامل. قید اینجا. Thoroughly. نیازم. Will need to. تکرار میشه این قیده. دقیقا. Thoroughly. و بچه ها دقت بکنیم. میگه داره از گرامر will آینده داره استفاده میکنه. Will need to. خب. و حالا توی سوال میگه further verification. Further verification در آینده اتفاق میفته. مطالعه بیشتر و تایید نهایی در آینده اتفاق میفته. پس جواب سوال 35 میشه گزینه yes. سوال 36 بچه ها people's taste in paintings depends entirely on the current artistic trends of the period. اوکی میگه که سلیقه مردم در نقاشی و هنر کاملا وابسته به ترندیه که الان وجود داره. مهمترین کلمه بچه اون entirely است، کاملا وابسته است. خب حالا ممکنه توی مت بگه اصلا وابسته نیست، یا بگه یکم وابسته است، یا بگه نه کاملا وابسته است. اینو بیاد چیکار بکنه؟ تاییدش بکنه. جواب سوال 36 میشه نو، کاملا وابسته نیست. خب این سلیقه مردم. الهام 36 رو جواب دادی؟ بله نو زدی. از کجا اینو گفتی؟ خب کجا این وابستگی رو نشون میده یا نمیده که میگه کاملا به اون بستگی نداره؟ جواب گفتی نو. اونش احساس که جواب نمیشه، ولی مای تو می به کار برده کاملا نگفته، بعد به پرنیس جنریشن هم گفته. شیما عبدی شما میگی جواب از کجا پیدا کردی؟ من اینو همونجا که داشتم میخوندم پاراگراف 8 رو کامل بقیش هم خوندم، ولی 4 تا سال آخر yes no not given و no no not given not given زدم بر حسب قضا قدر، چون نمیرسیدم به 40. بعد ولی جوابی که الان براش دارم اینه که در همون خطه آخر پاراگراف 8 اصلا هیچ یعنی کاملا داره این رو رد میکنه، چون اون
اینجایی که گفته که fashion of the time might shape what is it، اون fashion of the time با همون trend of the time که توی سوال هست، trend of the period یکیه. fashion of the time کجاست؟ سه خط آخر پاراگراف 8. خب while the fashions of the time might shape what is currently popular، اصلا از لحاظ گرامر و might shape و اینها با همون trends of the period یکیه، ولی این entirely رو نیاورده و اشاره یعنی چیزی نکرده و دایی من نوزده. ببین داره من تو چون وقت هم بودم پاراگراف آخرم دو خط اولش چیزایی راجع به تیست و فونیش و چیزا توضیح شیما بهتر بود. ببین بچه ها میگه که while the fashions of the time might shape what is currently popular، میگه اون چیزی که مده فشنه میتونه تأثیر بذاره، میتونه شکل بده. خب از might داره استفاده میکنه و در ادامه حالا داره توضیح میده، میگه میتونه تأثیر بذاره، نمیگه کاملا به اصطلاح همه چی وابسته به اونه. خب این fashions of the time دقیقا همون trends of the period هست و جواب میشه سوال 36 گزینه میشه نو. سوال 37 هم بچه ها میشه نو. سوال 37 scientists should seek to define the precise rules which govern people's reactions to works of art. میگه دانشمنده باید دنبال این باشن که اون یه سری قوانین تعیین بکنن که تعیین میکنه واکنش مردم به هنر رو. یکی از سوالاتیه که من میدونم yes یا true قطعا نیست. خب چون که مثلا توی حوزه آکادمیک همچین چیزایی، اینا که سیستم آخوندی ندارن همین چی رو بخوان اجبار کنن و قانون و اینا بذارن که. خب این میدونم که این yes یا true نیست، حتما باید برم ببینم یا no یا not given. خب میگه اینا باید همچین قوانینی رو باید تعیینش بکنن. خب تینا جوابت no هست شما؟ بله. جوابت کجاست؟ بله بله پاراگراف آخر خط دوم زده که it would however be foolish to reduce art appreciation to set of science. زده که این احمقانه است که ما بخوایم اینا رو توی این قوانین جاشون بدیم، پس اصلا ندید دنبالش. دقیقا میگه احمقانه است اینجا reduce یعنی تقلیل بدیم، درک هنر رو تقلیل بدیم به یک سری قوانین. دقیقا داره ردش میکنه. پس جواب سوال 37 میشه no. سوال 38 بچه ها یه لحظه عذرخواهی میکنم، یه دو دقیقه من دو سه دقیقه بریک داشته باشیم معلوم میام خدمت. میخواد من رو راه نمایی اولیش اینه که اصلا نترسین از این که درست جواب میدین یا غلط جواب میدین، چون نمره منفی نداره و تا جایی هم که میتونین خیلی سریع تصمیم نگیرین واسه این که جواب بدین و برین بعدی. معمولا برای جای خالی ها سرعت بالاتره، ولی برای این yes no not given ها معمولا باید یه خط بالاتر یه خط پایین تر، حالا با توجه به کیبوردایی که توی سوال هست، با توجه به حالا اون اسم خاصی که توش هست، اینجور چیزهایی که مثلا میتونیم تشخیص بدیم کدوم پاراگراف میتونه باشه و اساس اینا باید مثلا برین اونجا که پیدا میکنی همیشه بیاد یکی دو خط. من خیلی تحلیل نکنید، من در این چیزم خیلی تحلیل نکنم، چون هر وقت میام تحلیل بیش از حد اون لحظه میکنم مثلا نو رو میکنم نات گیون، نات گیون رو میکنم نو، یس رو میکنم نو، چون خیلی بیش از حد روش فکر میکنم و همین باعث میشه که دقیقا جواب عکس بگیرم. اگر که کلمه کاملا متغایر دیدین و کاملا مثلا در تضاد بود، این ردش میکنه و نو یا حالا فالس میشه. ولی اگر که چی نه، مثلا اون سری قبلی همین واسه همین کشتیه که تینا جان اشاره کردن، اون the only که من یادم مثلا روی جمله بود، the only کاملا واضحه دیگه، مثلا یعنی این داره راجع به تنها اون کشتیه صحبت میکنه. مثلا وقتی اسم هیچ کشتی دیگه رو نگفته، هیچ اسم مثلا بولد شده دیگه شما نبینید، پس یعنی هیچ منشنی نشده به این که این the only بوده یا نبوده و شما اینجا دارید نمیبینید هیچ اسم دیگه، بخاطر همین پس اینجا not given.
ولی اگه اسم دیگه می آورد ولی مثلا یه خط پایین ترش می آورد ولی اون غرب نشده، پس این می شود مثلا فالس. حالا باز به نظر من چون که چیزه اینا اولی هنوز یکم دستتون نیومده، اینا رو بعد کلاس خوب تک تک این یس و نو یا چون فالس ها رو بشینید کامل تحلیلش کنید، یعنی دقیقا صرفا همین سال من خودم با جا خالی با اینکه خیلی آرفونه کنید ولی اینا رو مثلا میگم مثلا بشینید ببینید مثلا کجاش بوده که بیشتر حالتی که انگار گیت شد اینو مثلا براتون پیش آورده. حالا مثلا در مورد مثال کشتیه مثلا میگم حتی اونیش بوده باشه، اسم خواستم نیومده باشه، اون تاریخی که وجود داره بالا پایین تاریخ رو مثلا بخونید، مثلا میگه فقط همین نیلی رو زده، کشتی دیگه نزده، مثلا نزده تو یا تری. اینا رو همینطوری مثلا دونه دونه شو تحلیل کنید در میاد قشنگ قلقش که کجا رو مثلا به جای دو بخش کنی سه بخش بکنی و کم کم دیگه دست نمیاد مثلا دیگه سه بخش نمیخواد بکنی با هم دو بخش کنی رو میتونی ببخش داست نخواهش میکنم. ببین بچه ها، حالا میگم قلق اگه ما بخوایم، خب روش اگه ما بخوایم فهمیدن اون اصل موضوع و اون کلمات کوچولوان که تأثیر میده، مثل همون only و نمیدونم entirely و اینجور چیزا، اینا خیلی مهمه. بقیهش بچه ها تحلیل درسته. خب ما اگر که بتونیم این تحلیل رو بهتر، حالا اینجا حالا در حد یه yes no not given یا true false not given، خب بعدن مثلا شما توی رایتینگ تسک دو که میخواین introduction بنویسین، خب باید علاوه بر این که معنی اون کلمه رو میدونید، باید هم بتونید مثلا یه تحلیل درست مثلا داشته باشید. چرا که اگه اون تحلیل وجود نداشته باشه پرافریزینگ خوبی نمیتونید داشته باشید. و اکثر بچه ها یکی از دلایلی که نمره 7 واقعا سخت میشه براشون که بخوان به اون نمره برسن، دلیلش این میشه که صرفا دارن هم معنی استفاده میکنن، یا این هم معنی اون میشه پس من اینو به عنوان پرافریز شده این جمله مینویسم، در صورتی که اگه وقت بذاری و اون رو تحلیل بکنی چیز کاملا متفاوت از توش در میاد. که حالا انشالله اگه بعدا ما هم دیگه رایتینگ داشتیم مفصل براتون توضیح میدم. این از سوال 37. سوال 38 بچه ها میگه Art appreciation should always involve taking into consideration the cultural context in which an artist work. میگه که درک هنر همیشه باید شامل این همیشه باید شامل در نظر گرفتن کانتکست فرهنگی که اون هنرمند توش کار کرده رو هم باید در نظر بگیریم اون رو هم. خب حالا اون کلمه مهمه چیه؟ always بچه ها. خب معمولا بچه ها میان به take into consideration دقت میکنن، خب ولی اون کلمه always چون قیده، میگه ما همیشه برای درک هنر باید اون کانتکست فرهنگی رو هم در نظر بگیریم. مثلا شما اگه یه هنر مثلا مکزیکی جلوت بذارن شاید بگی این چیه مثلا، این هنره مثلا. خب میگه که تو باید اون کانتکست فرهنگ مکزیک رو هم باید بدونی تا بتونی این هنر رو درکش بکنی. خب حالا این آیا این همیشگیه؟ متن داره میگه بله. خب کجا این رو داره میگه؟ کی جواب داده اینو؟ جواب نشد. جواب سوال 38 جواب یسه. یس جواب یسه. آره جواب یسه. من اصلا زدن، ولی این توی چیزه، توی پاراگراف آخر من الان دیدمش، خط سوم، we shouldn't underestimate the importance of the story of a particular artist, their place in history and the artistic environment. این artistic environment اون حالت انگار اون کالچورالش. دقیقاً. دقیقاً. میگه we shouldn't underestimate، نباید دست کم بگیریم، the importance of the style of a particular artist، اهمیت سبک اون هنرمند رو نباید دست کم بگیریم، their place in history، جایگاهشون در تاریخ، and the artistic environment of their time، و محیط هنری زمان خودشون رو. خب حالا وقتی میگه ما نباید دست کم بگیریم، خب یعنی باید اونا لحاظ بکنیم دیگه. خب آیا این جمله به نظر شما در راستای این جمله هست؟ بله هست.
شاید دیکتاتوری عمل کردم، به نظر شما هست؟ بله هست، یعنی خودم گفتم خودم جواب دادم. جواب میشه سال 38 میشه yes. جواب سوال 39 میگه که it is easier to find meaning in the field of science than in that of art. توی حوزه علم راحت تر میتونی معنا پیدا بکنی تا حوزه هنر. یه کامپریسن داره اتفاق میفته. آیا در مورد این که چی؟ not given گفتی؟ درسته. دقیقا. آیا مقایسه‌ای وجود داره که معنا اونجا راحت تر میشه اونجا سخت تره؟ حرفی نمیزنه. جواب ما میشه چی؟ not given. سوال 39. هیچ حرفی نزده. آفرین. چیزی نگفته. مقایسه‌ای انجام نداده اینجا. سوال 40 بچه ها، اون ساب تایتل با توجه به این چیزایی که تا الان خوندید و اینها، خب میگه what would the most appropriate subtitle for the article، مناسب ترین ساب تایتل چیه؟ گزینه A میگه some scientific insights into how the brain responds to abstract art. insight بچه ها یعنی اطلاعات و اینجور چیزا. خب این میگه یه سری اطلاعات علمی در مورد این که مغز ما به هنر انتزاعی چگونه واکنش نشون میده. Recent studies focusing on the neural activity of abstract artists. داره در مورد عملکرد مغزی هنرمندای ابستراکت صحبت میکنه. نه در اون به اصطلاح neural activity هنرمندای ابستر رو داره بررسی میکنه. نه. این رو نگفت. A comparison of the neurological basis of abstract and representational art. مقایسه داره میکنه بین پایه نورولوژیک هنر ابستره و هنر رپرزنتیشنال. این هم نه. How brain research has altered public opinion about abstract art. اینکه چگونه تحقیقات در مورد مغز دیدگاه عمومی در مورد هنر انتزاعی رو تغییر داده. بعضی از این گزینه ها رو شاید مثلا توی یه پاراگراف خاصی در موردش صحبت کرده باشه، ولی ما باید جواب رو از کلیت متن اینجا پیدا بکنیم. من احساس میکنم نزدیکترین اینجا اینجوری نیست که من بگم این کار رو بکن تا به جواب برسی. نه، شما کل متن رو خوندی، حالا با توجه به چیزی که خوندی احتمالا دو تا گزینه رو خیلی راحت ردش بکنی. خیلی وقتا این اتفاق میفته. بین دو گزینه باقی مونده میتونی، مثلا من خود من به دی رو مطمئن بودم نیست، چون میدونستم تو یه پاراگراف اشاره کرده فقط، کل متن در مورد این نیست. سی رو هم همینطور مطمئن بودم که اینم نیست. بین ای و بی شک داشتم که در نهایت احساس کردم که نزدیکترین پاسخ میتونه گزینه ای باشه. اوکی، چند تا جواب صحیح بچه ها؟ 5 تا. 5 تا. مرسی محقود. 8 تا. 6 تا. شیما بگو. من یه دونه جواب ندادم، یعنی جواب دادم ولی بس به قضا و قدر جواب دادم. قضا و قدر. خب خوبه. تینا شما چی؟ من همهش رو جواب دادم، فقط یکیشو اون بد دله بود. آها. و الهام شما؟ من رو. و چند تا؟ 7 تا. 7 تا. خب حالا بچه ها مجموعا این تست متن اول، دوم و سوم چند تا جواب صحیح داشتیم؟ 17 تا. چند تا بیتا؟ 17. خب 22 تا. خب برای من همش درست بود، مرسی. 23 تا. الهام شما؟ 37 تا. 37 تا. الهام شما؟ من 26 تا. 26 تا. اوکی، بد نبوده تا اینجا یک کار. نسبت به تست قبلی عملکردتون بهتر شده، بدتر شده، چه جوری بوده؟
پنیکم بیشتر شده. پنیکتون بیشتر شده در مورد تستا. تست بچه ها تکنیک ها که ثابته، یه قسمت زیادی از حالا بهتر شدنه برمیگرده به تجربه‌ای که با من، مثلا شیما اگه یادتون باشه اون تست اول در مورد رشتش بود خیلی راحت تر جواب میداد، خب گفتم من این رشته رو خوندم راحت تر جواب میداد. باید هم یواش یواش برید جلو. مهم اینه که بچه‌ها شما توی این مسیر ریدینگ تست رو بزنید، حالا 17 تا جواب صحیحه، 22 تا جواب صحیحه، هر تعداد جواب اشتباهی که دارید وقتی تست رو زدید یه نفر دیگه بهتون بگه و پاسخهای صحیح رو شما ندونید. اگه مثلا 15 تا 20 تا اشتباه داری، خب اون پاسخهای صحیح رو نباید بدونی و خودت دوباره بری دنبال اون پاسخهای صحیح بگردی وقتی شما دارید توی خونه تست میزنید. لطفا وقت بذارید توی خونه این تست رو کامل روشون روی این سه تا متر کار بکنید، کلمات و اینجور چیزا رو پیدا بکنید. تا هفته بعد اگه خواستید تست بزنید از کتاب‌های دیگه بزنید، اگه خواستید ویدیوهای کتاب 12 رو هم ببینید بهتون کمک میکنه. کاری به تست بعدی نداشته باشید تا جلسه آینده تست سوم رو با هم دیگه انجام بدید. میبینمتون هفته آینده. هفته خوبی رو در پیش داشته باشین تا پنجشنبه دیگه. شما